شانه زنی برای تعیین یک مبلغ مشخص برای درج نام یک فرمانده محلی در فهرست نهایی نامزدان. بشیر قانید از فرماندهان حزب اسلامی حاضر می شود که $100,000 را در این راه هزینه کند. به کمک سیف الدین اکبری، کسی که گفته می شود از دستیاران رئیس کمیسیون شکایت انتخابات است و باید پول را به او برساند. معامله طوری تنظیم می شود که $50,000 در مرحله اول و پول باقی مانده پس از اجرای کار پرداخت شود. اما به نظر می رسد که چانس با سیف الدین اکبری یار نیست و او در مرحله اول دریافت پول در بیرون منزل بشیر قانید بازداشت می شود. هنوز در مورد کیستی دقیق سیف الدین اکبری معلومات در دست نیست. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی نمیپذیرد که فرد نامبرده دستیار اوست. آقای قانید در دو دوره ای که من رهبری و ریاست هر دو کمیسیون را داشتم، در دو دوره یادم اولین نفری بوده که بالاخره که حذف شده از لیست، و اگر این معامله ای در کار می بود به هیچ وجه چنین یک کاری صورت نمی گرفت، حداقل دفاعی از او می شد و کاری کلان به های کلان هم می خواهد. ما کاری کلان را انجام دادیم، انشاءالله که مردم افغانستان خوبی را درک میکنن و این کسایی که حذف شدن در صدد دسایسی مختلفی هستن. با این حال جمشید رسولی سخنگوی دادستان کل کشور میگوید این پرونده در حال بررسی است. هنوز قضیه در حالت تحقیق است، در این حدی که به اساس ادعای خود شخصی گویا از او پول گرفته میشد و فعالیت‌های اپراتیوی که ریاست کنترل مراقبت به سانوالی افغانستان داشت، دو تن به اتهام عقض $50,000 امریکایی مبنی بر این که نام اینا را از لیست حذف شده دور میسازند گرفتار شده، با تمام مواردی که در ویدیو تذکر رفته ثبت شده و مواردی که نگرانی وجود داشته باشند، همکارای مسلکی و مجرب در این بخش توصیف هستند، اونا تحقیق خود به شکل گسترده و عمدانه انجام میدن. در صورتی که شخص دیگه سیوم یا چورنی هم در قبال قضیه کسب اسلامیت بکنن، رابطه داشته باشه با این قضیه، از اونا هم تحقیق و بازجویی صورت خود گیره و در نهایت هم مطابق به احکام قانون، مطابق به قوانین داخلی کشور، همکارای ما تصمیم قانونی هم اتخاذ و اون زمان میشه که موضوع شد. بشیر قانید فرمانده محلی صرفاً گفت که چنین موضوعی به اطلاع است و حاضر نشد با ما در این مورد گفتگو کند. از سوی هم عبدالله فایز کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی ولایت پروان نیز پیش از این به اتهام دریافت رشوه از نامزدان حذف شده بازداشت شده است. او نیز از نزدیکان عبدالعزیز آریایی است. سخنگوی لویسارن والی در مورد پرونده او چنین میگوید: این شخص در خانه امو شخصی که گویا از او پول گرفته میشد حضور میداشته و بیرون میشه، از نزدش مبلغ 16,000 افغانی پول دریافت میشه. موضوع تحت بررسی ارگانهای کشفی قرار داشت. در جریان در ازارات ابتدایی و در قرار گرفتاری هم شخص مظنون قضیه ازار داشته که این وکیل صاحب از جمله وطندارایش بوده و این به خاطر این مبارکی به خانهشان رفته، زمانی که از دوباره میبرامده این پول به عنوان ایدانه به این شخص از جانب نفر اول تقسیم داده شده. آریایی اما میگوید که فایز گرفتار یک دسته شده است. تن هنوز درباره آقای فایز شک دارم که یک جوان است، من او را متهم نمی کنم و اجالتا دیگر چیزی که ارگانهای عدلی و قضایی بالاخره که نتیجه از او را میبینن، من یقین دارم که اگر مجرم باشه خو حقش است که به حساب باید جزا شو ببینه، و اگر مجرم نباشه ارگانهای عدلی و قضایی تصفیه میکنن باز که برامد مصاحبهش بگیرین بخیر و به مردم افغانستان نشان بدین که واقعا گپ چیست. دریافت پول از سوی نامزدان حذف شده موضوع تازه نیست. پیش از این نیز اتهام دریافت پول از سوی نامزدان حذف شده به کمیشنران کمیسیون انتخاباتی مطرح شده است.